خب امیرزا میدونی در طبیعت ما 118 عنصر شناخته شده، از این 118 عنصر تعدادش داخل آزمایشگاه ساخته شده و حدود 90 عنصرش داخل طبیعت به شکل عنصر یا ترکیب میگه وجود داره. هر عنصر رو با یه نشانه شیمیایی ما چکار میکنیم؟ میشناسیم. خب مثلا وقتی میگه اینو بنظرم گفتم اون روز نماز رو تابلو اینو یادم نوشتیمه امیرزا، اینو من نوشتم مثلا، حالا اشکال نداره دوباره میگیمش. عنصر مثلا وقتی میخوایم بریزیم هیدروژن، تابلو رو میبینی؟ مثلا میخوایم بریزیم هیدرو، وقتی میخوایم بنویسیم هیدروژن، خب میایم چیکار میکنیم؟ هیدروژن. خب حالا میایم اینو برای که میایم حرف اولشون رو میگیریم، حرف اول این رو میگیریم خب، و بعد اینو به صورت حرف اولشون و حرف اول لاتینش رو با حرف بزرگش رو میگیریم و اینو وقتی که اچ ما بینیسیم یعنی ما نوشتیم هیدروژن. اما بعضی موقع یه مشکلی گفتیم پیش میاد، این مشکل میدونی کجا بود؟ یادت این مشکل از کجا بود؟ استاد شاید اسم دو تا عنصر حرف اول لاتینشون هیدروژن، که دو تا عنصر که حرف اولشون مثل همه، وقتی که دو تا عنصر حرف اولشون مثل هم باشه ما چه مشکلی حرف میان حرف دومشون هم چیکار میکنن؟ میذارن. مثلا وقتی هلیوم میخوان بنویسن، خب وقتی میخوان هلیوم بنویسن حرف دومش هم مینویسن، مثلا میذارن اچ ای. این ای حالا که کوچک مینویسنش، حرف دوم رو کوچک مینویسن، ما میفهمیم که این مال ما قبل خودشه. یا مثلا نئون وقتی میخوان بنویسن نیتروژن رو با حرف چه نشون میدن؟ نیتروژن رو با حرف N نشون میدن. اما وقتی نئون هم یه عنصر دیگه بخوان نشونش بدن با حرف چه نشونش میدن نئون رو؟ استاد چرا نئون رو با N و E نشون میدن؟ N-E نشون میدن. با N-E نشون میدن. درسته. ای که کوچک میذارن ما میفهمیم که مال حرف ما قبل خودشه. درسته؟ و به این طریق ما میتونیم اینا را تشخیص بدیم از هم دیگه. این دوتا مثلا اینجا دوتا اومده حرف نوشته، این دوتا حرف ما میفهمیم که یکی هستن، یعنی یه عنصری هستن. خب حالا این نئون را با حرف، اگه اینجا نشی گفتیم که نشانه شیمیاییش را کجا چی ببخشید عدد اتمیش را کجا مینویسن؟ استاد پایین سمت چپ. سمت چپ. این دهی که اینجا ما گذاشتیم یعنی چی؟ یعنی استاد حد میزنم یعنی همون هاچ دو او که همون نشانه تعداد عنصرهای چیشه؟ نه، این دهی که ما اینجا گذاشتیم عدد اتمیشه. خب عدد اتمی یعنی چه؟ اون روزن گفتیم عدد اتمی یعنی چی بچه ها؟ عدد اتمی خودت میتونی بگی؟ استاد عدد اتمی گفتی یا نمیدونم یادم نمیاد. عدد اتمی یعنی تعداد چی بچه ها؟ تعداد پروتون ها بچه ها، میگن تعداد پروتون ها. عدد اتمی یعنی تعداد پروتون هاش، یعنی تعداد پروتون های این چند الان؟ یعنی اصلا عدد 10 تا پروتون داره. 10 تا پروتون داره. وقتی که میگیم 10 تا پروتون داره، خب وقتی که 10 تا پروتون داشته باشه، 10 تا هم ما گفتیم که الکترون ها و پروتون ها با هم چه هستن؟ الکترون ها و پروتون ها با هم برابر. با هم برابر. وقتی 10 تا پروتون داشته باشه 10 تا هم الکترون داره بنابراین. درسته؟ بله. خب حالا خود را بیازمایید را بخون با توجه به نشانه عنصر نئون تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های این عنصر را مشخص کن. خب الان ما مشخصش کردیم، نئون نوشتیم، این نشانه شیمیاییشه، نئون نوشتیم و اینم در واقع اومدیم چه کار کردیم؟ عدد اتمی، تعداد الکترونش هم مشخص کردیم، تعداد پروتونش هم چیکار کردیم؟ مشخص کردیم. درسته؟ حالا جدول دو، این جدول را گفته بخون. جدول دو، در جدول دو نشانه برخی از عنصرها به همراه عدد اتمی آنها آمده است. بخونم استاد جدول. بله بله، جدول هم بخون. هیچ عدد اتمی هم یک هیدروژن، الای عدد اتمی 3 لیتیوم بی و ای بی ای و عدد اتمی 4 بریلیوم بی تنها و عدد اتمی 5 میشه بور سی تنها و عدد اتمی 6 کربن، ان تنها با عدد اتمی 7 نیتروژن، او تنها با عدد اتمی 8 اکسیژن، F و 9
عدد اتمی 9 فلور فلور ان و ای عدد اتمی 10 نئون اچ و ای عدد اتمی 2 هلیوم. خب بچه ها نگاه کنید، ما یه دوتا عنصر دیگه هم چون ما باش کار داریم اضافه کنید، دوتا عنصر دیگه هم چون باش کار داریم اضافه کنید. اون دوتا عنصر یکیش هلیوم چی؟ یکیش کلور هست، کنار هلیوم نوشتا امیرزا، کنار هلیوم که نوشته، کنار هلیوم نوشته، شما اینجا بهش اضافه کنید، یعنی اینجا این قسمت دوتا دیگه عنصر دیگه بهش اضافه کنید، بنویسین Cl17 خب میشه کلور، Cl17 میشه کلور. یکی دیگه هم بهش اضافه کنید Na11 میشه چی؟ میشه سدیم. این هم بهش اضافه کنید. اضافه کردین؟ اصلا کنار هلیوم همینطور خط کشی کنید؟ آه کنار الان تابلو که میبینی درسته؟ درسته. تا همینو بهش اضافه کنید، تا این هم با اینا هم سرکار چون دارید. بچه اینا رو باید نشانه شیمیاییشون رو یاد بگیرید. عددش زیاد مشکل نیستی، حالا عددش یاد نگیرید مشکل نیستی، اما نشانه شیمیاییش ممکنه تو امتحان به شما بدن که نشانه شیمیایی اینها رو باش سرکار دارین. شما تا هر جا که درس بخونین باید این نشانه های شیمیایی. عدد اتمیش چنده؟ عدد اتمی کلور 17 Na 11 سدیم. تو چرا Na سدیم؟ سدیم نوشتین؟ خب حالا بریم مدلی گفته برای ساختار اتم. با توجه به ویژگی که خوندیم چه ساختاری ما میتونیم برای اتم قائل بشیم؟ ساختاری که برای اتم قائل میشیم چیه؟ اولی که یادون باشه اتم آیا قابل مشاهده هست یا نیست؟ خیر. وقتی که قابل مشاهده نیست ما چگونه همه ویژگی ها در مورد اتم رو بیان کردیمه؟ بساد مدلی براش میسازیم که بکنیم قبل از که ما بخوایم مدل براش بسازیم چگونه ویژگی ها رو در مورد اتم اومدیم بیان کردیمه؟ با مشاهده غیر مستقیم. احسن، با مشاهده غیر مستقیم که میتونیم از طریق این مشاهده غیر مستقیم از طریق آزمایشات بهش دست رسی پیدا کنیم. یعنی اومدن دانشمند با یه سری آزمایشاتی که انجام دادنه، یعنی مشاهده غیر مستقیم، اومدن اتم را در واقع برای ما شناسایی کردنه. درسته؟ تا حالا مدل‌های گوناگونی برای اتم ارائه شده. اونایی که یکی از مدل‌هایی که در واقع مورد قبول هست، مدلی هست در واقع به نام مدل بور. ناگهان مدل اینه که بعضی وقت ما گفتیم که چیزهای خیلی بزرگ را میایم کوچک میکنیم، بعضی وقت چیزهای خیلی کوچک را میایم چیکارش میکنیم؟ چیزهای خیلی کوچک را میایم بزرگ میکنیم. درسته؟ بله. خب در این مدلی که گفتیم یکی از مدل‌هایی که مورد قبول دانشمندان هست مدل کیه؟ استاد نمیدونم مدل چیه استاد، مدل دایره شکل. الان گفتم یکی از مدل‌هایی که مورد قبول هست مدل بور هست. یکی از مدل‌هایی که مورد قبول دانشمندان هست مدل بور هست. در مدلشه یا کسی که مدل رو درست کرده؟ اسمش بور بوده. خب نیلز بور اسمش بوده. خب این نیلز بور بهش الان اومدن چیکار کردن؟ یه مدلی ارائه کرد در سال اومده در صفحه چند نوشته در سال 1885 در کوپنهاگ دانمارک. خب که متولد شده بوده اومده یه مدلی ارائه کرده بوده، از اون موقع مورد قبول دانشمندا قرار گرفته. خب در مدل بور حجم هسته اتم بسیار کوچکه. پس در مدل بور چیه؟ حجم هسته بسیار کوچکه. درسته؟ مثل اومده اینجا گفته مثل یه استادیومه، مثل یک استادیوم. خب در نظر میگیریم هسته در مقایسه با حجم به اندازه یه توپه در مرکز زمین. نگاه این توپه که ما بذاریم در مرکز زمین، آیا این توپه در مقابل استادیوم خیلی کوچک هست یا نیست؟ این توپه ما بذاریم مرکز زمین، آیا توپه کوچک هست در مقایسه با کل استادیوم؟ خیلی کوچکه. درسته امیرزا؟ صدات قطع شده میگه؟ نه استاد، صداتون رو دارم. خب من از دارم سوال میکنم از تا استاد. ما رفتیم ورزشگاه، همطور که میبینید به قول با هم استاد اولین آخرین بار بود، گفت میگه چیه؟
میری خونه داخل تلویزیون رو توپ راحت میبینی، هم صحنه هست میبینی وسط داخل ورزشگاه اصلا توپ معلوم نیست. بله. مگر اینکه بره سکوی اینا اولی میبینی. این میگیم که حجم هسته اتم در مدل برو حجم هسته اتم بسیار کوچکه. مثل یک استادیوم در نظر بگیریم، هسته در مقایسه با این حجم به اندازه یک توپ در مرکز اون خواهد بود. یعنی هسته در مقابل اتم اینقدر چیه؟ اینقدر کوچکه. و هسته و بیشتره، و بیشتر حجم اتم را چه در بر گرفته به نظرت؟ بیشتر حجم اتم را فضای استاد الکترون بود؟ نه، بیشتر حجم اتم را فضای چه در بر گرفته؟ فضای خالی در بر گرفته. یعنی اینجا در روی این مرکز، در روی این دایره های ما تصور کردیم، خب دایره های تصور شده، خب در روی این دایره های تصور شده که در این دایره ها الکترون ها دارن میچرخن. مثل چیه؟ مدل بور را ما میتونیم به مدل منظومه شمسی بگیم. مدل بور را میتونیم به مدل منظومه شمسی تشبیه کنیم. چرا امیرضا؟ چرا مدل بور را میتونیم با مدل منظومه شمسی تشبیه کنیم؟ استاد چون خورشید مرکز و اینا دارن دورش میچرخن؟ میگیم مدل بور را میتونیم با مدل منظومه شمسی تشبیه کنیم. چرا؟ چون در منظومه شمسی خورشید خب در مرکز قرار داره و سیارات دوران به دورش میچرخن. در مدل بور هم هسته در مرکز قرار داره و الکترون ها دارن به دورش میچرخن. آیا مثل چی نیست؟ مثل منظومه شمسی نیست؟ مثل منظومه شمسی هست یا نیست؟ آره دیگه هست. بله. خب ما اینجا چند تا به چه قسمت رو زیرش خط میکشیم، صفحه اینجا زیرش خط میکشیم، بعدش میریم قسمت بعدی و با امیرضا خداحافظی میکنیم، بعدش آذرخ بیاد، بعدش هم حسین گندم‌ریزی بیاد. حسین شما آماده باش، بعد از آذرخ شما هستیم. خب در پاسخ به این پرسش اطلاعاتی از درون این قسمت رو بخون. برای پاسخ به این پرسش، این قسمت برای پاسخ به این پرسش بخون. برای پاسخ این پرسش بعد اطلاعاتی از ساختار درون. امیرضا یکم بلندتر بخون، مثل کمی بی‌حال هستی. سوستاتش بودن شدم. برای پاسخ به این پرسش ها باید اطلاعاتی از ساختار درونی اتم داشته باشیم. برای این منظور دانشمندان آزمایش های مختلفی انجام دادن و با روش های غیر مستقیم اطلاعاتی از درون اتم به دست آوردن. زیرش خط بکشید. خب آنها بر اساس اطلاعات به دست آمده مدل های گوناگونی را برای ساختار اتم ارائه دادند. یکی از این مدل ها را دانشمندی به نام بور صفحه 23 آقای طاهری اینجا میگه یکی از اینها را دانشمندی به نام بور ارائه کرد. زیر اینم خط بکشین. بریم به صفحه 24. آیا میدانید که دیگه خودتون به چه ها میخونید؟ مال در مورد نیلز بور گفته. خب یه گفته و کنید داد. این گفته و کنید را امیرضا با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما. آذرخ بیا. بچه هم گندم ریزی. خب سلام آقا، خوبی؟ امیرضا کی؟ معرضا بخون، گفتگو کنید و بخون. گفتگو کنید در شکل زیر مدل اتم بور برای یک عنصر. معرضا صبر کن، معرضا صبر کن، صبر کن. بله میگه در مدل زیر مدل اتمی بور نیست، بور بخونش. در شکل زیر مدل اتمی بور بله برای یک عنصر نمایش داده است. با توجه به آن درباره ساختار اتم ها گفتگو کنید. خب میگه این مدلی که الان میبینید کتاب، این مدلی که ارائه داده مدل بوره. خب میگه اینو در موردش گفتگو کن. چی میتونی بگی الان به ما؟
چی میتونی بگی معارضا؟ نه هیچ. هیچ نمیتونی بگی؟ الله استاد ما فقط دایره میبینیم و یه چند تا یا خب همینا میتونیم در موردش گفتگو کنیم. همینا رو میتونیم در مورد همینا گفتگو کنیم. کسی بچه‌ها میتونه گفتگو کنه تا من بهش بدم؟ خب نیما چکیدو خون. نیما گفتگو کن. در مورد این مدلی که ارائه داده چه گفته؟ بله بله نیما. خب بلند صحبت کن. چش. آقا صفحه آقا الان یه لحظه صفحه نیما 24 گفتگو کنی. آقا صفحه 24 آقا میتونی میگی طبق مدل اتمی بور هسته اتم مانند خورشید در وسط الکترون ها مانند سیارات روی مدارهای دور هسته در حال گردشه. بیشتر حجم اتم فضای خالیه. فضای خالی بین الکترون و سیاره بیشتر حجم اتم داخل هسته اتمه که تعداد الکترون و پروتون ها برابره. درسته؟ خب حالا درست نیما درست گفت. نیما شما فعلا خداحافظی کن. نیما تا اندازه درست گفت. حالا برای که ما جمع بندیش کنیم به شما بتونید بنویسین اینجوری به شما بنویسین. در هسته اتم بنویسید. در هسته اتم پروتون و نوترون ها قرار گرفتن. در هسته اتم گفتگو کنید. در هسته اتم بچه ها بنویسیم پروتون و نوترون ها قرار گرفتن. نوشتین؟ در هسته اتم پروتون ها و نوترون ها قرار گرفتن. باشه حالا علی شما هم باشه. بعد در هسته اتم پروتون و نوترون ها قرار گرفتن و اطراف اونها مسیرهای قائل شدن و در اطراف اونها مسیرهای مسیر یعنی راههای مسیرهای قائل شدن. پیده مهد رضا؟ آره استاد. مسیرهای این و در مسیرهای قائل شدن. مسیرهای قائل شدن نوشتین؟ به نام مدار. به نام مدار. به نام مدار که الکترون ها به دور این هسته در حال چرخش هستن. که الکترون ها به دور این هسته در حال چرخش هستن. که الکترون ها به دور این هسته در حال چرخش هستن. نوشتین؟ که الکترون ها به دور هسته در حال چرخش هستن. نوشتین آقای مرزا؟ من که نوشتم. خب بچه ها نوشتین تو اون شد. بریم رو قسمت بعدی. گفتیم که مدل بور را با مدل منز بخونش. اینا را زیرش خط میکشیم. گفتیمش مدل بور را مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است. بله زیر زیرش خط بکشیم. زیرش خط بکشیم. خب چرا؟ چرا با مدل منظومه شمسی معروف است؟ زیرش خط بکشیم. برو قسمت بعدش بخون. زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است. همانطور که در منظومه شمسی سیارات به دور خورشید میچرخند، در مدل بور الکترون ها در مسیرهای دایره ای به نام مدار به دور هسته در حرکت هستند. بله بچه ها میگه در مدل منظومه شمسی سیارات به دور خورشید، در مدل بور نیز الکترون ها در مسیر دایره به نام مدار به دور هسته در حال چرخش هستند. همون چیزی که داخل گفتگو کنی گفتیم. اینا رو علامت بزنید. مدل بور با مدل منظومه شمسی معروفه. چرا؟ اگه گفتن چرا باید اینا رو براش بگیم. خب بعدش شکل دو ساختار اتم ها. ساختار اتم های هیدروژن، هلیوم، لیتیوم، بریلیوم و بور را مطابق به مدل بور نشان میده. نشان دهید. به جای برای که ما اینا را نشان بدیم و تابلو رو پاک میکنم، اینا را میایم نشان میدیم که چطوری ما میخوایم نشونش بدیم. اولیش چیه؟ از سمت چپ اولیش چیه؟ اولیش هیدروژن. هیدروژن را بچه اینجورا مینویسید. خب اچ که خوش ناده.
خب ما اول پروتون زیرش می‌نویسیم، بعد الکترون زیرش می‌نویسیم، مساوی هم می‌ذاریم و n هم یعنی نوترون، p یعنی پروتون، e یعنی الکترون، n یعنی نوترون. خب پروتون اینو برای من بگو مهرزا سری، پروتون چند تاست؟ یه دونه است دیگه. پروتون چند تاست؟ یکی، یک دونه. پروتونش یک دونه است. وقتی یک دونه پروتون داشته، یک دونه هم چه داره؟ الکترون داره. چون میگیم الکترون و پروتون با هم دیگه چه هستن؟ برابر هستن. الکترون و پروتون با هم دیگه برابر هستن. نوترونش چنده؟ بچه‌ها شما کمک کنید سری. صفر. بعدش چیه؟ بعدش هلیوم. هلیوم. پروتونش چنده؟ پروتونش بگو. پروتون الکترونش یکی ولی نوترونش صفره. نه هلیوم ها. هلیوم. پروتونش قرمزه ها پروتونش هستن. چند تا پروتون دوتا داره؟ پروتون چند تا داره؟ دوتا. دوتا. الکترون چند تا داره؟ دوتا. دوتا. الکترون و پروتون با هم. و نوترونش چند تاست؟ دوتا. درسته؟ دوتا. نوترون خاکستری ها نوترون هست؟ خاکستری ها نوترون هست؟ مجلوت خواه. لیتیوم بعدیشو بگو. لیتیوم. لیتیوم بگو. لیتیوم چند تا پروتون داره؟ ستا. ستا. الکترون چند تاست؟ چهار تا. مهرزا ستا ستا. الکترون و پروتون با هم برابرن؟ ستا. او من حواسم به این نبود. نوترون چند تا داره؟ نوترون هم چهار تا. چهار تا. بعدیش بگو. بریلیومه؟ بریلیوم هم چهار تا. بریلیوم. خب پروتون چند تیه؟ چهار تا. الکترونش چند تیه؟ پنج تا. الکترونش بابا الکترون و پروتون به اندازه همه. الکترون چطور؟ الکترون و پروتون، الکترون و پروتون به اندازه همه. هرگاه این چهار تا چهار تا چهار تیه. نوترونش چنده؟ نوترونش من گفتم پنج. نوترونش پنج تاست. خب بعدیش بور. خود این بور یعنی اسم دانشمنده را اسم گذاشتن یه عنصری که خودش شناسایی کرده. پروتونش چند تاست؟ پروتونش پنج تا. پنج تا. الکترونش چند تاست؟ پنج تا. پنج تا. نوترونش چند تاست؟ نوترون هم شیش تا. شیش تا. شیش خاکستری ها را بشمار میشه نوترونش. خب برو بله. قسمت بعد را بخون و با شما خداحافظی کنیم. فعالیت را بخون. فعالیت الف تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در شکل دو مشخص کنید. خب میگه عدد اتمیش رو مشخص کن. عدد اتمی اینا رو به من بگو تا من بنویسم. عدد اتمی اینا چنده؟ عدد اتمی هیدروژن عدد اتمی چنده بچه ها؟ خودت بگو عدد اتمی چنده؟ عدد اتمیش، عدد اتمی هیدروژن چنده؟ عدد اتمیش، عدد اتمی تعداد چیه؟ پروتون و پروتونه. پروتونه دیگه. عدد اتمی ای میشه چند؟ یک. یک. عدد اتمی ای میشه چند؟ دو. دو. عدد اتمی ای میشه چند؟ سه. سه. و عدد اتمی ای میشه چند؟ چهار. و عدد اتمیش؟ پنج. این عدد اتمی. اتمی بس تعداد چی را میگیم عدد اتمی؟ تعداد پروتون ها. پروتون ها را میگیم عدد اتمی. خب بعدیشو بخون. چرا در عنصر جا نوشتیم؟ چرا در عنصر های لیتیوم، بریلیوم و نقطه چین الکترون یعنی بعدیش یعنی غیرو خواه یعنی برخوا الکترون ها سوم و بعد از آنها در مدار بعدی قرار گرفتند. خب میگه نگون چرا این الان کتاب جلوته که درسته؟ بله بله. میگه چرا در اون خب میگه در مدارای مثلا لیتیوم به بعدش میبینی لیتیوم، بریلیوم و بور دو تا مدار قرار گرفت. دو تا مدار یعنی ما یک مدارمون یه مرتبه شد دو تا مدار. چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاق؟ ما خواهیم این اتفاقشو بگیم. به نظر چیه؟ الان نیما چکیدو خونم نوشته بر طبق مدل بور هر یک از مدارهای سطح انرژی مشخص به گنجایش یعنی تعداد الکترونی مشخص دارن. یعنی در مدار یا سطح انرژی اول همیشه گنجایش دو الکترون وجود دارد و الکترون های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می روند. درست گفته. خب اما
خب نیما بچه ها خوندنش؟ خب من خوندمش. دست در نکنه، چیز خوبی بی. خب چرا مدل بعدیش، چرا شده یک مدار شده دو مدار از لیتیوم به بعد؟ چون الان خوندیمش، خب چون گنجایش مدار اول بیشتر از دو الکترون نیست. یعنی گنجایش مدار اول بیشتر از دو الکترون نیست، ظرفیتش بیشتر از دوتا نیست، یعنی بیشتر دوتا الکترون نمیتونه بیشتر جای بگیره، باید بره مدار بعدی. فهمیدی؟ الان لیتیوم چند تا الکترون داره؟ لیتیوم چند تا؟ چهار. نه سه تا داره. بنابراین دو تاش فقط میدونه تو مدار اول جای بگیره، یکی دیگهش که میمونه باید بره مدار بعدی، مدار دومی. بریلیوم چند تا داره؟ بریلیوم چهار تا. خب لیتیوم الی خود چیه خود دیگه؟ لیتیوم عنصره، ترکیب نیستی لیتیوم. خب بعد چهار تا داره، چند تاش رفته مدار دوم؟ دوتاش. بور چند تا داره؟ الکترونش بور چند تا؟ پنج تا. چند تاش رفته مدار بعدی؟ چند تاش رفته مدار بعدی؟ مدار دوم. مرزا چند تاش رفته مدار بعدی؟ وقتی دو تا بیشتر جای نمیگیره سه تاش میره مدار بعدی دیگه، سه تاش میره مدار، چون مدار اول بیشتر دو تا جا نمیگیره، دو تاش مدار اول، سه تیریش میره مدار بعدی. خب حالا بریم بس بچه ها چه مینویسیم؟ قسمت ب رو براشون بگو چه مینویسن بچه ها، چه مینویسن؟ چرا در عنصرهای لیتیوم بریلیون الکترونهای سوم بعد در مدار بعدی قرار گرفتن؟ بگو براشون. معرضا میگی صدات رفت. خب حالا گندم ریزی بیاد حسین گندم ریزی. بله حسین سلام. آقا صدای ما میاد؟ بله بله. حسین سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ بله. بنظرم صدای یا شما خراب باشه یا معرضه آزم بزنم چه داشته باشه. معرضه صدات قطع کن، معرضه صدات قطع بشه. حسین صدات نیکن صداری میکروفون چیزی نداری بزنی این صدا اکو میشه؟ نه صدات الان اکو میشه. هدفونم بزنم اون موقع صدای شما واسه من نمیاد. الان صاحب کنیم، الان خوب شد، الان خوب شد، یکی این بهتر شد. خب قسمت ب را شما بخون بریم ما و بگو توضیح بده. قسمت ب؟ بله. آقا اما بخونش آزخ دیگه وقتی اومد. خب بخونش، شما بخونش جوابش بدن. جوابش میشه آقا تو همه اتم ها مدار اولشون فقط دو تا جا داره، بعد هر چقدر اضافه بیاد مدار بعدی منتقل میشه. درسته. میگن بچه ها میگن صدا اکو میشه. من الان دست همون گرفتم رو بلنگو به گوشی تا اکو نشه. اکو میشه کش خود من اکو میشه. خب اگه میتونیم یکی دیگر بیاری من برم با کامپیوتر بیام باشه. باش. خب خدا خدافز. بگو امیرزا. استاد ببینید این مال چیو رویو. خب مدل بور. خب مال بور رو نگاه کنی. اتم بور. خب نگاه کن مدار اول سه تا الکترون داره. مدار اول سه تا الکترون داره؟ بله نگاه کنی. مدار اول کی گفته؟ مدار اولش اون که دور هسته ای میشه مدار اولا. خب اصلا مدار سومش، مدار دومش سه تا داره. خب مدار دوم خب مشکل نداره. مدار دوم ما گفتیم مدار اول ظرفیتش دو تیه بیشتره داره، اما مدار دوم که ظرفیتش بیشتره. نه الان میخونیم، الان میخونیم، الان میخونیم ساختار. خب نفر بعدی. خداحافظ. غلامی زاده کجا رفتی؟ غلامی سلام غلام سلام. بنیامین میوزیکاری؟ علی رضا سلام آقا. سلام آقا.
یه مرتبه بچه‌ها برو بیرون سایت بیا تا درست بشه. اگه صداتون چی شد؟ خب امیرزا چی علیرضا میتونیم قسمت بعدی را بگی ساخت درست شد بچه‌ها؟ ساختار اتم‌های 36 با این میتونیم برای ما اینو رسم بگی تا ما رسم کنم؟ میتونیم بگو تا ما رسمش کنم. 36 یعنی اینجا نوشته 30 تا 36 یعنی کربن آقا، درسته؟ بله یعنی کربن. کربن یعنی این شیشی که اینجا گذاشتی یعنی چی علیرضا؟ یعنی تعداد نوترونش. من آقا ببخشید پروتونش. پروتونش. شیشتی هم گفته نوترون براش رسم کن. برای که ما رسم کنیم ابتدا باید چه کنیم؟ برای که اینو رسم کنیم باید مدارش رو بکشیم. اول باید پروتونش رو بکشیم. پروتونش رو میکشم. چند تا پروتون بکشم بچه‌ها؟ پروتون تو پر میکشم. چند تا پروتون بکشم؟ پروتون 6 تا. 6 تا. خب گفته چند تا نوترون براش بکش؟ آقا 7 تا. خوش گفته الیزا گفته 6 تا بکشتی میکنیش 7 تا. 6 تا. این گفته این پرانتزی گذاشته مال اینه. پرانتزی کنارش گذاشته 6 تا گفته اون نوترون ها را تو خالی میکشم. خب نوترون ها را تو خالی میکشم. هستمون درست شد. هستمون کامل شد. خب هستمون کامل شد. حالا نوبت چیه؟ حالا نوبت الکترونه. مداری مدار اوله. مدار اول چند تا بکشم؟ چند تا بکشم؟ دو تا. مدار اول دو تا میکشم. بقیهش چند تا دیگه مدار دوم میره؟ مدار دوم چند تا میشه؟ چهار تا دیگهش میشه. یعنی میشه 6 تا. ما باید 6 تا بچه بکشیم. خب چهار دیگهش میره مداره بعد. اینم چهارتش درسته. خب بعدیشو بگو تا ما بکشیم. بعدیشو گفته این هفت با هفت ان. این هفت انی که تو پرانتز نده یعنی چی الیرضا؟ یعنی هفتا نوترون. هفتا نوترون. خب ان هفت یعنی نیتروژن. خب ان هفت یعنی هفتی هم گفته براش چه بکش؟ هفتی هم براش نوترون بکش. بگو تا ما بکشم سریتر. پروتون چند تا براش بکشم؟ پروتون چند تا نقطه تو بر بکش. خب این هفتان هفتا نقطه تو خالی بکش. خب این هفتا یکی اضافه کشم. خب هفتی هم تو خالی یعنی نوترون. خب این هم هفتا. خب حالا الکترون ها چیکار کنم؟ چند تا الکترون تو مدار اول بذار. بله و مدار دوم. پنج تیم تو مدار دوم. بله درسته احسن بر شما. خب اینو یاد گرفتیم بچه‌ها. این هم ما به این طریق اومدیم مدارها را کشیدیم. بقیش همینطوره. مثلا گفته بعدیش اکسیژن. مدار اولش چند تا بذارم دیگه نمیکشم. شما دیگه خودتون اینو بلدینه. اکسیژن چند تا بکشم؟ چند تا پروتون بکشم؟ 8 تا پروتون، 8 تا نوترون. بله. 8 تا الکترون. خب الکترون مدار اول چند تا بذارم؟ الکترون مدار اول دوتا. مدار بعدی چند تا بذارم؟ 6 تا. احسن بر شما. و فلور اف نو فلور گفته چند تا بکشم پروتون و نوترونش؟ 9 تا پروتون بکش، 10 تا نوترون. بله. 9 تا هم الکترون. الکترون مدار اول چند تا بذارم؟ دوتا. مدار بعدی چند تا بذارم؟ هفت تا کنم. هفت تا درسته. ابوالفضل بگو. ابوالفضل فروزنده میگه سوال دارم. بگو ابوالفضل. الو استاد. سلام آقا. بله سلام. خوبی؟ بله الان. بگو آقا. ما اگر مدار اول دوتا اتم بیشتر یعنی الکترون بیشتر دوتا الکترون خب الکترون بیشتر جانه داره، مدار دومش چی؟ مدار دومش الان میخوایم بخونیم. مدار دومش الان میخوایم بخونیم. خب مدار دومش الان میخوایم بخونیم. خب خود بخون مدار الیزا بخون. حالا اگه سوال داشتی بعدا میکروفون تو فعلا باش فعال باشه. قسمت ترا بخون. آقا بخونم. بخون ها یکی شما بخون یکی شما بخون. موارد صفحه قبل مشخص کنید مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون دارن. میگیم مدار اول و مدار دوم حداکثر. مدار اول چند تا جا میگرفت؟ دوتا. مدار دو تا. اول دوتا. مدار بعدی مدار دوم حداکثر چند تا جا میگیره؟
مدار دوم حداکثر گنجایشش 8 تا است. گنجایش چند تا؟ 8 تا. 8 تا. پس بنویسین بچه‌ها مدار اول بالاش بنویسین 2، مدار دوم بالاش بنویسین حداکثر 8. آیا کمتر میتونه جا بگیره یا نه؟ بله کمتر میتونه ولی بیشتر نمیتونه. مثل یه ماشینی که میگن ظرفیتش 5 تاست اما دو نفر هم میتونه سوارش بشه، یه نفر هم میتونه سوارش بشه، مشکلی از این بابت ما نیست. خب درسته، پس مدار دوم هم شناختیم ابوالفضل، فهمیدی؟ بله بله. مدار دوم 8 تا جا میتونه بگیره. خب ابوالفضل شما قسمت 3 را بخون. قسمت 3 شو بخون. برای NE 10 با 10 نوترون کدام ساختار اتمی روبرو درست شده؟ برای که ما NE 10 یعنی چی؟ NE 10 آقا یعنی 10 تا نوترون، 10 تا پروتون، درسته؟ ها پروتون. خود NE نشانه شیمیایی چه عنصریه؟ آقا نئونه. نئونه بله نئونه. خب اول فاز حالا شما هم میتونید بشماری کموش الان مناسب تره به نظرت، الف مناسب تره یا ب؟ الف. الف شماردی قبلا؟ آه همین الان شماردم. همینطوری گفتی؟ نه شماردم. شماردی الان. پس یعنی 10 تا پروتون داره، درسته؟ درسته. یعنی 10 تا پروتون داشت، به خاطر اینم گفتی که و 10 تی هم الکترون داشت، به خاطر این گفتی که الف مناسب تره. خب درسته بچه‌ها، شما می‌نویسین الف، درسته؟ ایزوتوپ‌ها یه قسمت بچه‌ها بحث دیگه داریم به نام چی؟ قسمت بحثی بحث درسمون در مورد ایزوتوپه. در تصویر مجموعه اتم‌های کربن می‌بینینش، در تصویری که رو کتابتون هست مجموعه اتم‌های کربن را که سازنده مغز مداده اومده به ما نشون داده. خب میگه همه اتم‌های سازنده مغز مداد با هم یکسان نیستن. چه گفته؟ میگه همه سازنده اتمل نوک مداد با هم دیگه یکسان نیستن، با هم تفاوت دارن. تفاوت اونا در چیه؟ اگه سه تا اتم خنا کن، این سه تا اتم شو اومده اینجا به ما نشون داده، در اون صفحه سه تا به شکل به ما نشون داده. اگه سه تا اتم هسته کربن را بررسی کنیم، این سه تا اتم را بررسی کنیم، چون داریم تعداد الکترون ها و مدار اونها تأثیری نداشته، اومده اینا را از کشیدن اونها خودداری کرده. چرا الکترونشو نبرده؟ چرا الکتروناشو نبرده؟ ابوالفضل ابوالفضل چرا اینجا نومد الکترونهاشو بکشه؟ یعنی نومد دایره بکشه، برای این ستا نومد دایره بکشه. آقا چون آقا میشه الکترون نداشته باشه؟ نه الکترون خب باید داشته باشه، اما در اینجا نومده بکشه، چون در اینجا خب تعداد الکترون ها و مدار های اونا تأثیری نداره. در این قسمت درس ما که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم تأثیر نداره، بیشتر هسته اتم تأثیر داره. بیشتر چه نوع اتم تأثیر داره؟ هسته اتم. هسته اتم تأثیر داره. خب فقط اومده هسته کربن ها رو کشیده. خب ما از سمت چپ شما بشمارید، سمت چپ ما چند تا داخل هسته چند تا چی داریم؟ داخل هستش چند تا پروتون و نوترون داریم؟ پروتون داریم. چند تا پروتون داریم؟ 6 تا. 6 تا. بنابراین ما اولیش می‌نویسیم 6 تا نوترون داریم. بله. پروتون می‌نویسیم 6 تا، نوترونش هم که شمردیم میشه 6 تا. خب بعدیش بگو دومیش و سه‌تیش میشه کدومش؟ 6 تا پروتون. خب و نوترونش 7 تا نوترون. احسن بر شما. بعدش الیزا شما شمردی؟ نه. بعدش بشمار سلیم. بعد شما دو باش. آقا 7 تا نوترون داره. پروتونش چنده؟ 6 تا نوترون پروتون داره. پروتون 6 تا، نوترونش چند تا بود؟ نوترون 7 تا آقا بود. درست شمردی؟ آره آقا دو بار شمردم. 7 تا داره. نه. بنظرم 8 تا. 8 تا داره. هشتا داره. بچه ها میگن هشتا داره. خب بچه ها این اولی شد، این شماره یک، این کربن شماره دو، این هم کربن شماره سه. خب در این کربن ها را زیرشون می نویسیم از سمت چپ، این مال اولی سمت چپی و ستی و آخریه. خب حالا وقتی که این کربن ما نگاه می کنیم، اولین هسته اومدیم بررسی کردیم، متوجه شدیم که اتم کربن 6 تا داره، شماره یک پس 6 تا داره، شماره دو هم 6 تا، 6 تا هم نوترون داره، شماره دو 6 تا داره، 7 تا نوترون داره، شماره سه را اگه نگاه
کردیم و شمردیم، دیدیم تا 6 تا پروتون داره و 8 تا نوترون داره. این سه ذره وقتی نگاه میکنیم متوجه میشیم که همگی عنصر چی هستن؟ همگی عنصر چی هستن؟ همگی پروتونشون مساوی هستن و چون پروتونهاشون مساویه همگی میگیم عنصر کربن هستن. همگی عنصر چی هستن؟ کربن. کربن هستن. چرا ما گفتیم با جدیت گفتیم که همشون کربن هستن؟ آقا چون عدد اتمیشون 6ه. بله، چون عدد اتمیشون پروتونشون 6ه. با جرأت تونستیم بگیم که اینا کربن هستن. اما نوترون هاشون با هم دیگه چیه؟ نوترون هاشون با هم دیگه فرق داره. درسته؟ تفاوتی که در اونها هست به تفاوت چونشون برمیگرده. تفاوتی که به اونها هست به چنشون برگشت. تفاوت اینها به چنشون هست؟ به نوترون هاش هست. خب یه فکر کنیدی داره. بعد از این علیرضا و ابوالفضل امیر محمد جمالی بیاد. امیر محمد جمالی اماده باش. خب به نوترون هاش. خب اینجا فکر کنید و بخون و بعد این قسمت با شما بخ، یکش شما بخون یکش ابوالفضل بخونه با بررسی های با بررسی شکلهای بالا به پرسشهای زیر پاسخ دهید. این سه اتم با یکدیگر چه شباهتی دارند؟ بگو. آقا پروتونشون آقا شبیه هم هم. بله پروتونهای شبیه هم دارن. بله پروتون شبیه هم دارن. همینی می‌نویسیم. خب بعدش گفته چی؟ با یکدیگر چه تفاوتی دارن؟ این اتم ها با یکدیگر چه تفاوت؟ آقا تعداد نوترونلشون. تعداد نوترون هاشون متفاوته. احسن، تعداد نوترون های متفاوتی دارن. درسته؟ بعدیش رو بخون. هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارن؟ هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارن؟ ابوالفضل به چه عنصری؟ کربن. هر یک از اینا همشون به کربن تعلق دارن. همشون کربنن. خب اینم بخونیم و اینو بخونیم بعدش با شما خداحافظی کنیم. خب ما وقتی بنابراین در طبیعت میگه عنصرها رو بررسی میکنیم تا خیلی از عنصرها به جا شبیه کربن هستن. میگه خیلی از عنصرها شبیه کربن هستن. خب که ما به اینها که اصطلاحاً به این اتمها که عنصرهای به اتمهای یک عنصر نکنیم به اتمهای یک عنصر که تعداد نوترون های متفاوتی داشته باشن، تعداد نوترون هاشون چه باشه؟ متفاوت باشه، بهشون میگیم ایزوتوپ. پس نتیجه میگیریم که این سه کربن اینجا که هستن خب ایزوتوپ هستن. چرا ایزوتوپ هستن؟ چون تعداد نوترونلشون با هم دیگه مساوی نی، فرق میکنن. و چنشون با هم دیگه یکسانه؟ پروتونشون. پروتونشون. همگی اتم چند عنصرن؟ یه عنصر. یه عنصر. همگی اتم های یک عنصرن. خب ما به اینها میگیم که ایزوتوپ. خب اول فاز ایزوتوپ الان فهمیدی چیه؟ بله بله. بگو. آقا تعداد پروتون این اتم یکسانه، ولی خب پروتون هاشون یکسانه، آنها متفاوت فرق میکنه، اما نوترون هاشون با هم دیگه فرق میکنه. خب بچا زیرش خط میکشیم، میگیم تعداد نوترون های اونها متفاوت به اتم های یک عنصر هم هستن. اونطور اتم های یک عنصر هستن. ناگهان جاوید باقری، پروتون هاشون مساوین. پروتون هاشون همه مساوین، یعنی مثلا 6ه، اما نوترون هاشون ای اولی 6ه، بعدی 7ه، بعدی 8ه. خب چون نوترونشون فرق میکنه اما پروتونشون مساویه و همهشون متعلق به یک عنصر هستن. عنصر چی؟ عنصر کربن. به اینا ما میگیم ایزوتوپ. به اینا میگیم ایزوتوپ. شرط اولش که ما باید اینجا، شرط اول ایزوتوپ بودن پس داشتن چه مساویه؟ پروتون. پروتون های مساویه. یعنی اول باید اتم هایی که میخواییم مقایسه کنیم که آیا ایزوتوپ هستن یا نیستن، شرطش اینه که همگی یک عنصر باشن. برای که ما بفهمیم که یک عنصر باشن، خب برای که ما بفهمیم که یک عنصر هستن، اول باید پروتون هاشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بچه ها پروتون هاشون اگه یکسان بودن
و نوترون های متفاوتی داشته باشن به این میگیم ایزوتوپ. مثلا اولی 6 نوترونش هم 6 پروتون 6 نوترونش 7 پروتون 6 نوترونش 8 پروتون های مساوی نوترون های متفاوت. نمیفهم فهمیدین یا نه؟ خب اونه که گفته ما نفهمیدیمه چیز راحتی. خب حاجتی عرشی ها حاجتی خودت بیو بالا، خودت بیو بالا دست بیار تمام ببینم. اول فاز و ارزا، اول فاز و ارزا با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ. بیا عرشی ها حاجتی بیو بالا، بیو بالا. کجا هستی عرشی ها؟ خب عرشی ها، عرشی ها حاجتی، عرشی ها، عرشی ها، عرشی ها حاجتی صحبت کنم. من نفهمیدی صحبت کن تا بفهمی دیگه. صحبت کن. خب هیچ ملایی شما صحبت میکنی؟ علی اصغر ملایی، علی اصغر ملایی صحبت میکنی؟ علی اصغر بیا. سلام علی اصغر. علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر بلند صحبت کن، بلند صحبت کن، بلند صحبت کن. علی اصغر، علی اصغر، ایزوتوپ فهمیدی چیه؟ فهمیدی یا نه؟ الو. خب تعریفش کن برای بچه ها ایزوتوپو. ایزوتوپو یه مرتبه تعریف کن. الو. ایزوتوپ میگیم که ایزوتوپ اتم های یک عنصر که تعداد پروتون های مساوی دارن اما نوترون هاشون متفاوته. فهمیدی؟ فعالیت را بخون، فعالیت صفحه 25 را بخون تا ببینیم چه گفته. فعالیت صفحه 25 بخون. علی اصغر پدر مونده رو بردی خود، حرف هم نمیزنی. خواهی چی صدات قطع کن خودت، خواهی صدات قطع کن. کی بود؟ حسین گندم ریزی. حسین شما بیا. سلام حسین زده امامی هم. بله بخون حسین فعالیت، فعالیت بخون. بام الف با مراجعه به شکل 3 برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها را مشخص. ما مشخص کردیم حسین، ما مشخص کردیم. نکن اینجا مشخص کردیم. آها مشخص کردیم. خب قسمت بچه ها میخواد قسمت به حالا میخواد یه مفهومی را به ما نشون بده، میخواد یک مفهومی را به ما بگه به نام چی؟ یه مفهومی میخواد به ما بگه که به مجموع میگه. بخونش. به مجموع، به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی میگویند. پس یک مفهومی را به ما یاد داد که اگه ما بیایم مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها را با هم دیگه جمع بزنیم یه عددی حاصل میشه که بهش میگن عدد جرمی. عدد جرمی را با حرف ای بچه ها نشون میدن. عدد جرمی را با چه حرفی نشون میدن؟ ای نشون میدن. پس عدد جرمی چیه حسین؟ عدد جرمی تعداد پروتون ها و نوترون ها. بله آخه اینو کاش کنم پاک نکرده بودم بعدش. خب این 6 بود. میخوایم اینو بررسی کنیم. خب کاش اینو پاک نکرده بودم یا آواسانه بود. خب اشکال نوشتمش. ناکن حسین میخوایم اینا را عدد جرمی را با چه حرفی میتونیم نشون بدیم؟ ای. ای من اگر بخوام عدد جرمی را اینجا بنویسم بچه‌ها می‌نویسم ای مساوی با عدد جرمی چیه؟ میگم ای مساوی با پروتون به علاوه چی؟ نوترون. ای مساوی با پروتون به علاوه چی؟ نوترون. میشه عدد چی؟ میشه عدد جرمی. پس عدد جرمی جمع پروتون و نوترون را بهش میگن ای. ای یعنی عدد جرمی. میتونین حالا یادداشت کنین برای خودتون، خواستین نخواستین اگه هیچ. خب حسین به من بگو اولی کربن شماره اولی ما عدد جرمی چنده؟ چی؟ عدد جرمی کربن شماره تابلو میبینی؟ عدد شماره کربن شماره اولی چنده؟ عدد جرمی چند؟
جرمیش میشه 12. عددش جرمیش میشه 12. ای مساوی با 12. عدد جرمی دومی چنده حسین؟ عدد جرمی دومی چنده حسین؟ میشه 13. 13. عدد جرمی سومی حسین؟ 4. 14. 14. چطوری به دستش آوردی برای به چهار کسی بودن؟ جمعشون دیگه جمعشون کردیم. پروتون و نوترون رو با هم دیگه جمع کردیم شد 12 13 به 14. پس به این طریق ما اینا را به دست آوردیم. خب بعد پس زیر این هم بچه ها خط بکشین به مجموع تعداد پروتون و نوترون عدد جرمی میگن. حالا گفته کمترین و بیشتر عدد جرمی ایزوتوپ کربن کدومشه؟ بیشتر کمترینش کدومه؟ کمترینش میشه 12 و بیشترینش هم 14. بله احسن. کمترین عدد جرمیش میشه 12. بچه ها مینویسین کمترین 12 مینویسین بالاش کم بالای کمترین مینویسین 12 بیشترینش هم بالاش مینویسین 14. تموم شد. خب میریم صفحه 26. عدد جرمی عنصرها را خب یه من یه اتم فرضی دارم حسین، مثلا همین اتم فرضی، مثلا فرض میکنیم مثلا ایکس رو میخوام عدد اتمیش را برای من بگو کجا باید عدد اتمیش را بذارم. عدد اتمی ایکس میخوام بذارم کجا باید بذارم عدد اتمیش؟ ها اگه بخوام عدد اتمیش را باید کجا بنویسم؟ کجا این ایکس عدد اتمی بنویسم؟ مثلا بالا پایین کجا؟ سمت چپه؟ سمت چپ پایین اینجا بجا اینجا بجای عدد اتمیه یعنی کلا پروتون ها اینجا جای عدد چیه؟ عدد بگو اینجا جای عدد چیه؟ عدد جرمیه اینجا جای عدد جرمیه. پس عدد اتمی پایین سمت چپ عدد جرمی بالا سمت چپ بالا سمت چپ عدد جرمی جای عدد جرمیه اینجا می نویسم درسته؟ عدد اتمی هم پایینه و عدد پایینش عدد جرمیش بالا می نویسیمش درسته؟ نماد یک عنصر فرضی. خب برای که نشانه شیمیایی را ما اگه به شما گفتن حسین بچه ها اگه به شما گفتن نشانه شیمیایی را بنویسید نشانه شیمیایی حتما شما باید عدد اتمی و عدد جرمیش را ذکر کنید. چیکار میکنیم؟ اگه گفتن نشانه شیمیاییش را بنویسید حتما عدد اتمی و عدد جرمیش را باید ذکر کنیم. حواستون باشه. خب عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالای نشانه شیمیایی می‌نویسن. زیرش خط بکشین حسین. کشیدین صفحه 26؟ عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالا اینا اینجا ما اینه بنویسین شما اینه میتونین بنویسین شما اینا میتونین بنویسین عدد جرمیش بالا عدد اتمیش پایین. خب بریم رو قسمت بعدی. از خود را بیازمایید را بخون. نشته عنصر هیدروژن 3 ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر 1، 2 و 3 است. خب نماد شیمیایی این 3 ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید. میگه چند تا ایزوتوپ داره؟ تعداد ایزوتوپاش 3 تا. 3 تا. میگه هیدروژن هم مثل کربن 3 تا ایزوتوپ داره. خب حالا اگه بخواید اینها رو برای ما بنویسی چیکار میکنی؟ چطوری مینویسینش اگه بخواید اینها رو بنویسی؟ مثلا برای پروتونیوم می‌نویسیم می‌نویسیم چی؟ اول باید یه H می‌نویسیم بعد می‌نویسیم خب و پایینش هم 1 باشه. خب پس خب یه H می‌نویسیم درسته؟ بعد پس بچه ها نگاه یه H می نویسیم ما اینو پاک کنم تا جواب بشه دیگه چه نشیم. خب یه H که نشانه شیمیاییش را می نویسیم نشانه شیمیاییش را می نویسیم H. خب H 1. خب اولیش گفته چند تا چی داره؟ اولیش چند تا؟ بله آقا چند تا قرار میده پایین عدد جرمیش میشه چند حسین؟ عدد جرمی اچ اولی میشه چند شماره 1 عدد جرمیش پروتون چند تایه؟ گفته پروتون چند تا؟ گفته پروتونش 1ه. خب پروتون عدد جرمی اونها به ترتیب 1، 2 و 3 عدد جرمیش یعنی این 1 این دو شماره 2 1 شماره 3 هم این هم 1. آیا ایزوتوپ هستن یا نیستن حسین؟ هستن دیگه ایزوتوپ هستن. از کجا فهمیدی؟
چون اینا هیدروژن هم داخل هیدروژن هم سه تا ایزوتوپ داره ازم. چون همهشون بگو عدد اتمیشون با همدیگه چندن؟ برابر هستن. خب عدد جرمی اولی یکه، عدد جرمی دومی چنده گفته بنویسین؟ دوتا. یا این چند تا نوترون داره حسین؟ این شماره دو چند تا نوترون داره؟ برای که نوترون شو به دست بیاری چی کار میکنی؟ نوترون این چنده؟ یکی دیگه، نوترون این یکه، تعداد نوترون دوی مرمی یک میشه یک. تعداد نوترون اولی چنده؟ تعداد نوترون اولی چنده؟ نداره اصلا. تعداد نوترون اولی چنده حسین؟ بچه شما تعداد نوترون اولی چنده؟ کی میدونه؟ باید یک باشه باز. صفر نداره. گفتیم صفره یک منهای یکونی میشه صفر. تعداد نوترون بعدی چنده؟ گفته شماره این عدده. تعداد نوترون بعدی چنده؟ دو. بنابراین بچه‌ها برای که تعداد نوترون ها رو به دست بیاریم میایم اینها رو از هم دیگه کم میکنیم. عدد جرمی رو ازش کم. صفر، یک و دو میایم اینها رو از هم دیگه کم میکنیم و به این صورت ما چه میکنیم؟ اینو که زوده، یه 20 دقیقه دیگه داریم. امیر رضا 20 دقیقه 20 دقیقه دیگه داریم. چون درسون خیلی عقب هستیم، با علما درس 4 رو باشیم، 4 توم کرده باشیم. 10 دقیقه دیگه باشه حاضر قایبی میکنم. خب آزن، از بین ایزوتوپ های هیدروژن بخون. از بین ایزوتوپ های هیدروژن، ایزوتوپ H که پایینش یکی با عدد جرمیش هم 3 ناپایدار هست و خاصیت پروتوزایی داره. پرتوزایی آزن، پرتوزایی یعنی چه؟ پرتوزایی یعنی چه؟ پرتوزایی یعنی اشعه داره. پرتوزایی یعنی چی حسین؟ پرتوزایی یعنی اشعه پخش میکنه، خطرناکه. خب پرتوزایی داره. خب بخون دنبالش. ایزوتوپ ها برخی از عنصرهای دیگه نیز چی بود؟ پرتوزا هستن. پرتوزا هستن که ایزوتوپ پرتوزا دارن به ماده پرتوزا معروفن. با اینکه این مواد خطرناک هستن، کاربردهای مفیدی هم در زندگی. بله. حالا ما در مورد پرتوزاهایی که می توضیح میدیم که پرتوزا بودن یعنی چی، خاصیت پرتوزایی یعنی چی. خب گوش میگیرین. بعضی از عناصر وجود دارن، بعضی از عناصر میگه وجود دارن که نسبت زیاد نوترون با پروتون هاشون بیشتره. از این چه گفتم؟ چی گفتم؟ دوباره بگی. گفتم نسبت نوترون با پروتون هاشون چیه؟ برابره. نسبت نوترون با پروتونشون، نسبت نوترون با پروتون هاشون بیشتره، سنگینتره، شروع میکنه به از هم پاشیدن و انرژی درونی خودش را آزاد میکنه. واسه این چه گفتم؟ گفتی نسبت نوترون و پروتونشون بیشتره و انرژی اونو آزاد میکنه. انرژی خودش سنگین هستن و شروع میکنن به از هم پاشیدن. ناگهان شروع میکنه به از هم پاشیدن. چرا؟ چون نسبت نوترون به پروتون هاشون چیه؟ زیادتره. شروع میکنه به از هم پاشیدن. خب سنگینه و انرژی درونی خودشون رو چیکار میکنن؟ آزاد میکنن. ما به اینا میگیم پرتوزا. مثل اورانیوم پرتوزا هست. چرا اورانیوم پرتوزا هست؟ چون نسبت بگو نوترون با پروتونشون نوترون به پروتونشون زیادتره. چقدر زیادتر باشه شروع میکنه به از هم پاشیدن؟ ناگهان اگه شماره 14 باشه، آیا این شماره مثلا ناگهان آیا شما این الان چند تا؟ آیا این زیادتر هست؟ نه. اما این چیه؟ آیا زیادتر هست؟ زیادتر. چند برابر زیادتر حسین؟ دو برابر زیادتره. درسته؟ اگر بیشتر از 1.5 برابر باشه شروع میکنه به از هم پاشیدن. یعنی اون شکلی میپاشه. یعنی اگر بیشتر از الان این دو برابره، پس باید شروع کنه به از هم پاشیدن. انرژی درونی خودش رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. اما خطرناک هستن، مثل اورانیوم. چرا اورانیوم میتونن ازش مثلا
انرژی زیادی تولید کنن و ازش میتونن بمب بسازن، به خاطر که انرژیش آزاد شده. بنابراین انرژی زیادی آزاد میکنه، داره انرژی زیادی داره آزاد. خب سوهان زاره میخواد بیاد بالا. احسن سوهان بگو آقا. سوهان سلام. سلام سوهان، خوبی؟ بله بله بله. اوزا یه سوال داشتیم، سوالمون اینه که مثلا اگه عدد 6 کنار کربن باشه، یعنی ما 6 تا کربن داریم، عدد 6 اگه باشه کجا عدد 6 باشه؟ تو هسته؟ منه. تو هسته؟ منه. تو هسته اگه 6 باشه، پروتون 6 باشه، یعنی ما 6 تا پروتون داریم، ذره 6 تا پروتونه. من همینه. همین سوالت بود؟ بله. خب احسن، خب هم باش من. اشکال نداره، ما با حسین خداحافظی میکنیم، شما باش. قطع کردی؟ خدا نگهدار. سوهان، سوهان آه خب سوهان بگو. بله سوهان، میدونی بگی که پرتوزا یعنی چی؟ چه موقع پرتوزا میشه؟ اصلا میشه یه بار دیگه بگید؟ پرتوزایی یعنی چه؟ پرتوزا چه موقع یه عنصر پرتوزایی میشه؟ چه موقع یه عنصر پرتوزا میشه؟ موقعی که نسبته، بگو. موقعی که نسبته، نسبته نوترونهاش به پروتونهاش چه باشه؟ نسبته نوترونها به پروتونهاش بیشتر بود، بگو. نسبته چنش؟ موقعی که نسبته پروتونها به نوترون ها به پروتون ها چه باشه؟ نوترون ها به پروتون ها بیشتر باشه. چقدر بیشتر باشه؟ به نظر چقدر بیشتر باشه؟ به نظر چقدر باید بیشتر باشه؟ یک و نیم برابر. اینجا به نظرت الان این ایزوتوپ ما، این شماره 3 میبینی رو تابلو، آیا این شماره 3 پرتوزا هست یا نیست؟ اصلا بله. بله چرا؟ چون پروتون هاش چون نوترون هاش نسبت به پروتونش دو برابر بیشتره. بله. پس ما ایزوتوپ های به این چنین ایزوتوپ هایی میگیم ایزوتوپ های ناپایدار. چه بهشون میگیم؟ ناپایدار. ایزوتوپ های ناپایدار آیا کاربرد در زندگی انسان، در زندگی بشر دارن یا ندارن؟ دارن. میتونی از بین ایزوتوپ های هیدروژن، ایزوتوپ شماره 3 ناپایداره سبحان. نکن سبحان، میگه که تا اینجا برای که ما کاربردشون رو بفهمیم اومده 3 تا عکس به ما نشون داده. اولیش نیروگاه بوشهر را به ما نشون داده. این نیروگاه چیه؟ نیروگاه بوشهره. از ایزوتوپ های ناپایدار اینو انرژی و سوختش را درست کردنه، اورانیوم. بعدیش باز رادتور تهران را به ما نشون داده، در درمان سرطان ها و اینا کاربرد داره. خب از ایزوتوپ های ناپایدار استفاده کردنه. و سومیش تشخیص آتش سوزی ها هستن، اینا هم از ایزوتوپ های ناپایدار استفاده کردن. پس اینجا بشه شما باید بنویسین کاربرد ایزوتوپ های ناپایدار. اگه سبحان به شما گفتن کاربرد ایزوتوپ های ناپایدار را بگی، میگی در کجاها؟ تأمین چی؟ تأمین چی سبحان؟ تأمین انرژی. دیگه شناسایی و درمان بیماری ها، بیماری ها و تشخیص آتش سوزی ها. خب در درمان سرطان ها و این ها چه داره؟ و راکتور تهران رو اومده به ما نشون داده. خب سوان، ما میخواییم بریم روی قسمت دیگه به نام یون. میخواییم بفهم این قسمت درسمون هم تموم کنیم، یون هم تموم کنیم، که دیگه ساعت بعدی چه دارین سوان شما؟ کلاس بعدی و منظورتونه؟ کلاس بعدی چه دارین؟ زبان؟ زبان دارین؟ بله. خب الان وقت تموم شده؟ بله. الان وقت تموم بچه ها، یونو بذاریم برای جلسه بعدی. بچه ها امتحانتون چون شما روز
امتحانای چینی داشتین، امتحانتون شما میشه 26 30م، امتحانتون میشه 30م، امتحانتون میشه 30م. بعد حال گروه هم براتون مینیسام بچا یه حاضر غایبی خودتون انجام بدین، امتحانتون میشه 30م. هر کی حاضریشم زد بره دیگه، خب هر کی حاضریشم زد بره.